به فراخبر خوش آمدید موضوع بحث این برنامه سیلاب‌های های ویرانگر در بغلان از بی و درماندگی مردم تا وعده حکومت به کمک رسانی به آسیب دیدگان پس از سیلاب‌های های مرگبار و خطرناک در بغلان که به حدود 600 هزار تن آسیب رسانیده است و در پنج بلوسوالی این ولایت مردم دار و ندارشان را از دست داده اند ملا عبدالغنی برادر به ولایت بغلان رفته و از کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر می دهد مشکل و وقتان چه از مصر دین مول در بغلان ایلید دولت سرخبل همکاری نصب مو آقا چه کی مو پلاس دیدی آقا دیت پواکی رو خود در کمیتی آقا در کم تلپات رسیدی دیدی زنی همزمان این سیلاب ها با واکنش های جهانی نیز مواجه شده است دبیر کل سازمان ملل متحد قطر ترکیه امارات متحده عربی ازبکستان ایران ژاپن بریتانیا و شمار از کشورهای دیگر با این سیلاب زدگان ابراز همدردی کردند اما چقدر به آسیب دیدگان از سوی امارات اسلامی رسیدگی شده است راه های کمک رسانی به موقع و آسیب دیدگان کدام ها اند و بالاخره مسئولیت سازمان های بین المللی کمک کننده در قبال آسیب دیدگان چیست؟ اما پیش از آغاز بحث بیننده گزارش از همکاران ما در پیوند به آخرین خسارات و تلفات سلاب های پسین در بغلان باشد. این مرد که سال راز محمد نام دارد و باشنده یکی از روستاهای ولسوالی برکه ولایت بغلان است. او میگوید سیلاب های ویرانگر پس از ظهر روز جمعه افزون بر این که خانه و کاشان اش را از بین برده جان یک کودکش را نیست گرفته است. امی سیل که من ما عفت سریال بودیم امی تو خود سر یک کمر بود امی کمر بالا کردیم یک دفعه ای کمر زد امی عفت نفر کلش نشیب کرد. بعد از اون ما جایم خیستم که هیچ کسی معلوم نمیشه در لایقه گم تو بالا کردم دیگه حساب کردم که یکش گم شده رفت سیل برده. از سوی هم برخی دیگر از خانواده های سیلاب زده از کندی در روند کمک رسانی ابراز نگرانی می و از مسئولان خواهان رسیدگی با چالش هایشان هستند در مردم خانه مردم خراب شد باید خانه جور بکنه دیگه مو ضرورت مردم که برده و ضرورت شد که شاو تیر میکنه خواب میشه نه ضرورت شد فعلا برای مردم ضرورت از کار بکنه خیمه بزنه دو سه روز شده که پیدا نمیشه دو تا خوارزده هم گم از در جمله دگه یکش پنج ساله بوده یکش هفت ساله بوده دگه بهدر با دادی مردم برسد یک همکاری بکند موردههای ما که جسدهای که زیر لایقه مانده یک تعداد جسدهای مانده که پدرش مثلا ده ایران و ده ونجا د خارج هستن دگه کسی کویی نداره حالی از او راپوری دقیق ما نداریم کسی د کس رسیده نمی تانه مسئولان محلی می گویند که در نتیجه این سیلابها تاکنون کد نچار تن جان باخته و بیش از 250 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان محلی بغلان در پی این سیلاب ها بیش از یک هزار مواشی تلف و همچنان بیش از چهار هزار خانه مسکونی و 20 هزار جریب زمین های کشاورزی نیز ویران شدند. تلفات تا حال را ګزارش به ماره سده تقریبا به 154 نفر شهید میرسه او تقریبا 250 نفر زخمی دریم نو به معلومات ابتدایی است ممکن یامار بالا شوه یامار افزايش پیدا وکنه د دغه ځانونو زممله تقریبا او تخمینا یو 250 تا کس حوادثوال 214 او تقریبا 215 کس حوادثوال سرسری او ستی زخمیان شوی دی اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با نشر یک خبرنامه گفته است که در این رویداد تا کنون 315 تن جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. در سوی دیگر، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد گفته که در نتیجه سیلاب‌های پسین در ولایت شمال شرق کشور به شمول 51 کودک دست کم 240 تن جان بختند. من رازقیار هستم و مهمانم بر بحث بیشتر این موضوع دکتر عبداللطیف نظری موین مسلکی وزارت اقتصاد امارت اسلامی هستند آقای نظری به برنامه بسیار خوش آمدید خوب وضعیت در بغلان را میدانین این بار است فاجعه خلق شده در ای ولایت حکومت چی کرده حداقل در 24 ساعت گذشته در ای ولایت با کسانی که آسیب دیدن بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و تمامی بینندگان رسانه شما و اجازه بدین که من به نمایندگی از وزارت اقتصاد امارت اسلامی ارزی تسلیت داشته باشم به خاطر این حادثه ای حولناک که شماره از هموطنان عزیز ما را دوچار خسارت جانی و مالی کردن برای شهدا به هیچ برین برای زخمیان شفای عاجل و برای هموطنان خود به خصوص خانواده های داغدار صبر از خداوند دارم در ارتباط با پاسخ شما باید بگویم که امارت اسلامی در واقع با تشکیل یک کمیسیون ویژه که کمک های فوری آجل و ضروری را در دستور کار خود قرار داده تلاش کرد که در زودترین فرصت بیاری همتنان عزیز خود بشتابه و شما هم در گزارش خود داشتیم که یکی از مقامات ارشد امارت اسلامی یعنی معاونی رئیس الوزراء در بخش اقتصادی به بغلان تشریف بردن هم با مقامات محلی و هم با هموطنان عزیز ما دیدار داشتند و امیتور کمیته هایی که در این راستا تشکیل شده فعالیت های خود را به صورت دوامدار همه جانبه جامعه و راه بردی تداوم بخشیده و تا این لحظه که ما و شما صحبت میکنیم ما با مؤسسات ملی و بین المللی نشست داشتیم و امی طور تایی بیانیه رسمی از مجامع بین المللی و نهادهای امدادی خواستیم که در این شرایط دشوار هموطنان عزیز ما را مورد حمایت و کمک قرار بدهند بله آقای نظری خب در کنار از این موارد در کنار ایجاد کمیته ها و کمیسیون آنن چی شده خب میدانین وقت سیل میشه آفت طبیعی میشه مردم یک منطقه دار و ندارشان را از دست میتن مثلا مردم به شدند شدن وعده های غذایی ندارن امیال عملا مردم در اینجا و میدانین هنوز هم شمار از خانواده ها هستند که عزیزانشان هنوز هم زیر گل و لای هست چی کردین در اقبال؟ ببینید تداوی زخمی ها و بازگشایی راه های مواصلاتی و تهیه مواد خوراکی و آبهای صحی آشامیدنی از جمله اقدامات بوده که تا حال را انجام شده اما شما میدانید که ظرفیت امارت اسلامی هم در ارتباط محدود است به دلیل ما نشست فوری و عاجل با مؤسسات برگزار کردیم یعنی کمک آنچنانی نشد از طرف امارت به مردم چرا ببینید من پیشتر اشاره کردم که در مواردی که ما خدمت شما عرض کردم تدابیر جدی هم گرفته شده و اقدام های عملی هم صورت گرفته اما شما فراموش نکنید که هنوز هم بعضی از راه ها مسدود هست و حتی شما تصویر را مشاهده کردیم که قماندان امنی بغلان خودش در کنار مردم و دو دوش مردم به نجات افراد زیانمن پرداختن بنابراین هم در بود مالی و هم در بود حمایت های جانی امارت اسلامی و مسئولین این نظام فعالیت های عملیاتی را شروع کرده و این همچنان ادامه دارد منتها ما نباید فراموش کنیم که افغانستان یک کشور سیلخیز است از نظر توپوگرافی و روند اقلیمی یک کشور آسیب پذیر هست <تصفح> همزمان ما شاهد بودیم که این بحث بسیار پردامنه بود یعنی <تصفح> تنها در بغلان نبود بغلان شدتش بیشتر بود در سایر ولایت هم ما چنین روند روند داشتیم که در واقع باعث میشه که یک مقدار ما با محدودیت رو بروشیم. <تصفح> اما آنچه که مهم است است که با انگیزه و اراده جدی و لازم مسئولان نظام در ارتباط اقدام کردند و انشالله تا ای روزهای آینده ما در جلب و جذب کمک ها قدم های بسیار جدی را برخواهیم داشت درست از اینکه خوب خود شما میگین که افغانستان یک کشور سلخیز است پس آمادگی و تدابیر و حکومت هم باید بیشتر باشه در حالی که خوب شما میدانین مردم تخلیه نشده پیش از که سل بیاید پیشگیری آنچنانی نشده از وقوع این سل خب راه های کمک رسانی به موقع باسیب دیده ها کدام است نظری با شما؟ ببینید آنچه که شما اشاره کردین یک مقدار بحث عمیقتر و علمیتر می طلبه که خب فرصتش اینجا نیست ما یک سر های فوری و عاجل و اولیه داریم که بیشتر اشاره کردم امید. مثلا تهیه کمپل، مواد خوراکی، سرپنا، خیمه و اقلامی که میتونه با نیاس های زیستی مردمی کاسیب دیده ارتباط ارگانیک و دینامیک داشته باشه که اینا رو من بیشتر اشاره کردیم کردم انجام شده و حتی ما با تاجران ملی و بین المللی در ارتباط صحبت کردیم که اونا هم وعده های خوب را دادن اما یک سری بحث بحث ساختاری و به تعبیر دقیق بحث سازه‌ای هست یعنی همونطور که در روابط بین الملل ما نظری سازه داریم در بحث توپوگرافی و روانهای اقلیمی هم ما یک نظری داریم به نام نظری سازه که در او مدیریت و کنترول سیلاب ها مورد توجه و دقت نظر قرار میگرد که یک روند بلند مدت و راهبردی و استراتژیک است متاسفانه دولت های گذشته افغانستان در این راستا برنامه های جدی علمی کارشناسانه نداشتند به همین دلیل که امروزه ما در واقع میراث ناکارآمدی حکومت های گذشته را باش مواجه هستیم و در این ارتباط باید فعالیت انجام میشد که هیچ کدام از فعالیت‌ها که روند زیربنایی و سازه‌ای و ساختاری داره مورد توجه قرار نگرفته مثلا در قسمت جنگلات توسعه جنگلات تقویت محیط زیست و میتور سدها و بندها و انحراف او روندهایی که میتونست مناطق مسکونی را تحت مخاطره قرار بده و در ارتباط کارهای سرعت نگرفته که اینا یک روند بلند مدت است و ما از این فرایند آموختیم که باید ده به صورت سازه‌ای و ساختاری و زیربنایی هم ما تلاش های را در آینده معطوف بداریم با توجه به اون نکته ای که من اشاره کردم که افغانستان یک کشور سیلخیز و از توپوگرافی به شدت آسیب پذیر است دقیقا آقای نظری خوب در مورد مسئولیت سازمان های بین المللی و کمک رسان هم بگوین خوب مسئولیت از اینها چی است وقتی افغانستان به عنوان یک کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی که به میان آمده چی باید بکنه اینها در مواقعی که این طبیعی به قوم پیونده و چقدر به همون مسئولیتشان عمل کردن و ببینید ما در چند مورد به کمک های جامعه بین المللی نیاز داریم یکی در بودی مالی هست یکی در بودی فنی و تکنیکی هست امه. من پیشتر نظری سازه رو بر شما تشریح کردم امه. که مثلا در مدیریت آبریزه ها ما نیاز داریم به فناوری جامعه جهانی و خصوص در, در سطح کلان های... منظورم از کمک های آنی است که باید با دید دیده برسه. من پیشتر اشاره کردم که تشکیل جلسه ای را که ما با مؤسسات بین المللی نهادهای امدادی در دستور کار خود قرار دادیم معطوفی به امیر روند است اما شما میدانید که متاسفانه بروکراسی در بسیار از نهادهای امدادی بین المللی حاکم است و اونا براحتی نمیتواند تصمیم گیری و تصمیم سازی داشته باشد به امی دلیل که ما توجه اصلی خود معطوف کردیم به هموطنان عزیز خود به تاجران ملی و به کسایی که میتونند در این روند به ما کمک بکنه که ما پیشتر اشاره کردم وزارت اقتصاد مسئول جلب و جذب کمک ها هست و در این راستا ما تماس های مکرر با مجامع داخلی داشتیم کسانی که پول و امکانات و ظرفیت در اختیار خود داره و که خوشبختانه من میتونم اعلام بکنم برای هموطنان عزیز خود که خبرهای خوش را ما از منظر گرفتیم و این نشان میده که خوشبختانه در این کشور هر نقطه ایش که آسیب میبینه تمام مردم افغانستان بسیج میشه و امو وحدت ملی با تمام معنا در کشور ما حاکم است روحیه نو حاکم است روحیه همگرایی حاکم است و این مهمترین ظرفیت ما در چنین رویدادهای طبیعی می باشه که هر از گاهی افغانستان با او دست پنجه نرم میکنه حالا چقدر کمک جلب شده تا باله؟ وعده های بسیار کلانی داده شده حتی حالا نام بردن خوب نیست کسایی بوده که تا 50 میلیون دلار هم به ما وعده داده و این بسیار نقطه امیدوار کننده است هر کس سازمان ها تا... سازمان های بین المللی من پیشتر اشاره کردم که همه به گونه اعلام آمادگی کرده ولی اینکه عملا ما امکانات در اختیار خود گرفته باشیم هنوز چنین چیزی به وجود نیامده تحقق پیدا نکرده و دلیلش هم از نظر ما عقلانی و منطقی است چون بالاخره یک سطح تصمیم گیری وجود داره که بعضی از اون مراکز تصمیم در بیرون از کشور هستند و قطعا میتونه یک مقدار زمانگیر باشه و در یک بازه زمانی جنبه عملی پیدا بکنه بله و خوب خواست مشخص امارت اسلامی چی هست از تجار کشور و امین گونه از مردم افغانستان که حالا یک فاجعه آمده به یک بخش افغانستان چطور باید همکاری بکنه کانال های مشخص است نزد شما و نزد امارت اسلامی یا نه که خوب مردم بتانه کمک بکنه با اینها شما میدانید که سیلابی که در ولایت های مختلف افغانستان به وقوع پیوسته هم خسارات جانی و هم خسارات مالی و هم خسارات عامل منفعه در پی داشت به این ای معنی که زیر بناهای ما هم نابود شده و در واقع زراعت و تجارت ما هم آسیب دید ام. و افغانستان از آنجایی که کشور زراعتی است پس بنابراین این میتونه رشد و توسعه اقتصادی را, ما را تحت تاثیر قرار بده و به گونه ما روند نزولی را طی خواهیم کرد <applause> به این دلیل است که ما از تاجران ملی خود تقاضا میکنیم که در این شرایط حساس رسالت و دین تاریخی و ملی خود را به فرجام برسانند و همچنین از جامعه بین المللی تقاضا میکنیم که رسالت و مسئولیت بین المللی و انسانی خود را و مسئولیت بشردوستانه دوستانه را در این شرایط متمه نظر قرار بتن و هر چه عاجل کمک هایی که من پیشتر اشاره کردم اقلام مختلف را شامل میشه هم بودی فوری و استعجالیت داره و هم بودی بشردوستانه و زیربنایی داره اینا را در اختیار امارت اسلامی قرار بده و خوشبختانه مسئولین ما هم اراده هم انگیزه لازم برای خدمت به بر مردم شریف افغانستان و خصوص در چنین رویدادهایی داره بله یک مورد که خوب از طرف مولا عبدالغنی برادرم به او تاکید شده ای است که کمک ها باید به نیازمندان واقعی برسه خب طرح برنامه حکومت در قبال چی است وقتی نهادها و سازمان ها و حتی بنیاد های خیریه که داخلی که در افغانستان وجود دارند چقدر اینها به این بحث توجه میکنند و در قبال طرز و, و راهکار حکومت چی است خب ببینید در شرایط استراری یک مقدار دشوار است نظارت به خاطر تلاش ما است که کمک هر چیز زودتر در اختیار مردم آسیب دیده قرار بگیره اما شما میدانید که یکی از ویژگی های ساختاری امارت اسلامی شفافیت و نظارت برای شکن ساختن فساد است بنابراین ما همان گونه که در پروژه های انکشافی در کمک های بشر دوستانه نظارت داریم در این روان هم نظارت خواهیم کرد که کمک به افراد مستحق و نیازمند و آسیب دیده برسه و خدای نخواسته حیف و نظری مولا عبد در بغلان از ایجاد چندین کمیته سخن گفته گفته منظور از این کمیته ها رسیدگی کمک ها به آسیب دیده است ولی ها مشخصتر وظایفشون چی است و چی خواهد کردن؟ ببینید دقیقا وظایف که کمیته ها داره مثل دوری بود که مهاجرین عزیز ما از کشورهای همسایه اخراج شدن و در روز زمان هم کمیته های مختلف تشکیل شد در حال حاضر هم امی کمیته ها فعالیت خود را آغاز کرده کمیته جلب و جذب کمک ها هست که ارتباط پیدا میکنه با تاجران و کمیته گفتگو با مؤسسات بین المللی هست دفاتر مرتبط با سازمان ملل متحد هست و همچنین کمیته که نیازهای فوری و عاجل ده مثل کمپل، خیمه، ایجاد سرپنای موقت و تهیه مواد خوراکی و آشامیدنی مشغول فعالیت هستند که وزارتخانه هایی که مرتبط هستند با چنین روندی مثل وزارت اقتصاد، وزارت مهاجرین، وزارت داخله، سیعت عامه و امیتور انکشاف دهات ده وزارت هایی که در واقع با روند تخریباتی که صورت گرفته ارتباط ارگانیک و دینامیک داره مثلا وقتی راه های مواصلاتی از بین رفته باشه وقتی کلینک ها آسیب دیده باشه وقتی شفاخانه ها تخریب شده باشه احساس. وقتی که تحسیصات آمول منفعه یا تخریب شده یا آسیب دیده یا در موارد کاملا نابود شده بنابراین هر وزارتخانه مرتبط با سازوکار مورد توجه و دقت نظر تلاش میکنه که این فرایند مدیریت بکنه و خوشبختانه در این راستا بسیار به صورت فشرده جدی و دقیق و هوشمندانه عملیاتی که مورد توجه قرار گرفته به پیش میره اقای نظری میدانین وضعیت اقتصادی مردم افغانستان چندان خوب نیست و آسیب جدی دیده اقتصاد مردم در ولایت بغلان و در چهار ولسوالی ای ولایت خوب چه هست برنامه های حکومت برازی که به شکل درازمدت از اینها پشتیبانی بکنن و اقتصاد که زیان دیده ای دوباره سر پای بسازن خب ببینید دو, دو تا بود داره مم. یک بودی ساختاری داره که کل اقتصاد کشور با تاخیر از نظر توسعه و نوسازی روبرو کرده چون هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته و نابود شده اما ترکی هزاران خانه مسکونی از بین رفته و تخریب شده بنابراین یک روند خانه و بی را متاسفانه برای هموطنان ما به وجود آورده پلان استراتژیک امارت اسلامی است که هم در بود کوتاه مدت مقطعی ما در واقع ایجاد اسکان موقت بکنیم و هم در بود بلند مدت ای افراد مورد حمایت قرار بگیرند از بود مالی حتی کمک های نقدی و از بود در واقع شهرک مثل که در زلزله زندجان هرات چون برنامه مورد توجه قرار گرفت است سوی امارت اسلامی بنابراین در این بود دوم قطعا ما نیاز به حمایت جامعه بین الملالی. هم در بود مالی و هم در بود فنی داریم که در ارتباط ما تلاش خود چند برابر خواهیم کرد که انشالله بتانیم نیازمنده های هموطنان عزیز خود در بلند مدت مرفوع بسازیم یعنی یک دستگیری در از مدت خواد شد از کسانی که آسیب دیدن بله امان گونه که ما در اخراج مهاجرین چون برنامه داشتیم ما حتی برنامه آموزشی فرزندان از اونا را مورد توجه قرار دادیم و ما سعی کردیم که برای از ایجاد اشتغال صورت و یک کمیته ای در ارتباط فعالیت میکرد همونطور که در بخش های صحی در تشکر. واقع فعالیت میکرد در حال حاضر هم چون این برنامه ها و پلان ها وجود داره و از این بابت ان ما گام های جدی برخواهیم داشت. خیلی سپاسگزار حضورتان دکتر عبداللطیف نظری موین مسلکی وزارت اقتصاد. سلامت. میرسیم با پایان فراخبر وقت بر همه شما خوش.